weil ich dann die tolle Dinge da immer noch mit tolle für das Scheiß ist das leicht und leicht das ja wie bin ich ولایتی قابل تشریح کرده شمالیان ولایتی قندوز و اندراب است کوه هندوکش در میان است جنوبیان فرمول توغوز و بنو و افغانستان است ببینید بنو باید در کجا بنو در کجا است و افغانستان باید در کجا قرار داشته باشه یعنی هنوز افغانستان هم افغانستانی کوههای سلیمان است زبدت التواریخ 1426 باز هم بعد از آن ولایت قندهار کابل غزنی تا کنار آب سیند و افغانستان بعد از آن که حضرت سلطنت شاهی ممالک قندهار و افغانستان و تا حدود هندوستان به امیرزاده قیدر بهادر افزانی فرمود و بازم تمام ممالک بلاد کابل غزنی قندهار و افغانستان به اعمال سیند و هند به تصرف نوابیه بود کجا باید بوده باشه یعنی همیشه افغانستان جدا از کابل و غزنین و قندهار یاد شده وقتش قضاوت چه با شما میگذاره تابستین به این ترتیب کتاب مطلب سیدن بسیار اثر در چهار جلد است سال 1452 نوشته شده به این ترتیب داره که تمام ولایات کابل و غزنین و قندهار و افغانستان با اعمال هندوستین تعلق به اکیرزان روزات جنات نوشته مهدین اسفزاری است که به این ترتیب اسفزار و فراه و سجستان تا حدود افغانستان از توابی هرات است کتاب روزات صفات توصیف شد گفتیم که 15 جلد کتاب با یکی از بزرگترین منابع تاریخی کشور یا منطقه است در سال 1498 در اینجا به نام قبایل افغانیات میکنه موقعیتش بازم در قلعه سلیمان اینجا که داریم اینجا قلعه سلیمان اینجا نشان داده شده است ارتفاعش اینجا در قلعه سلیمان این منطقه قلعه سلیمان است مثلا اینجا تخت سلیمان است و بازم ببینید شاره حکومت برخا و افسرش میرزا قیدو سپرد و قندهار و بلاد سیند را بر او مسلم داشت قیدو پس از چند اظهار تمرد کرد شاره را در قلعه اختیار وی محبوس کرد و تمام ولایات او را تمام ولایات کابل و غزنین و قندهار افغانستان فرزندشون تاریخ حبیب السیر اما قسمی که گفتیم تاریخ 420 هم وزن تاریخ کاملی ابن یسیر در منابع عربی که کشمیر توصیف میکنه ولایت است در وسط اقلیم چهارم طولانی افتاده از جمعی جوانه مفروف است در جبالی بلندکو جنوبش به جانب دیله و بعضی دیگر از بلاد هند اتصال دارد و کوه شمالی به طرف بدخشان موازی خراسان و جبل غربیش پیوسته و منازل است که محل تلاطم اقوام افغان باشد و شرقیش منتهی می شود به منابی روزی بدتیست یعنی در اینجا به نام افغان را یاد کرده در این منابی با برنامه که من فیلم متن انگلیسیش دارم و متن فارسیش ندارم هنوز در اینجا از به نام سلطنت کابل و زاولستان یاد شده واژه افغان با وافر یاد شده ولی محلی به نام افغانستان دیگه در اینجا وجود نداره یا کلمه به نام افغانستان با این ترتیب اکبرنامه فارسیش وجود پیش ماست در اینجا هم کلمه دستفانه افاغنه یاد کردن که یاد جمع افغانستان اینجا به فراتی دهی زیکر شده هیست ولی کلمه افغانستان وجود نداره تاریخ فرشته ما در منابعی که بررسی کردیم یا آخرین اثر است در منابعی داخلی که کلمه افغانستان به کار می‌رود. بسیار دلچسب است. یعنی ما تاریخ نامه هرات که در 1300 شروع می‌شد تا سال 1600 ولایت افغانستان به حیث یک محل بسیار پرقدرت و پرعظمت در تمام تاریخ ذکر شده. و در اینجا هم ذکر شده. یه است دلچسب است که در بالا قصه بنامه افغان است. و دلچسب که در پایین افغانستان چطور ذکر کردن مردم کابل خوش خوب قصه خوبه البته مسلمانان افغان چون اولادیشون بسیار شد از کوهستان برآمده موازی معموره هندوستان را مثل کرناچ و پیشاور و شنوران متصرف گردیدن و راجع لاهور که با راجع اجمیر خیشی داشت قصد دفع فتنه ایشان نموده یکی از امرای خود را
با 2000 سوار و 5000 پیاده در نهایت استیلاد بر سر افغانان سرکش گسیل داشت. گسیل نمود. در این دفعه خرج و غور و مردم کابل که به حیله اسلام مزین بودند، امداد ایشان بر ذمه همت خود فرض شمرده 4000 کس به مدد آمدند. به مدد افغانان ایران. و در خدمت 5 ماه 70 جنگ با کفار کرده و در اکثر معاربات غالب شدند. مردم خود کابل خود و جا و مقام خود رفتن، هر که از ایشان میپرسید که احوال مسلمانان کوهستان به کجا رسید و چی صورت پیدا کرد، ایشان جواب میدادند که کوهستان نگوید، افغانستان میگوید، که جز افغان و غوغا در آنجا چیزی دیگری نیست. ظاهرا بر این سبب مردم به زبان خود همکنه ایشان را افغانستان و وجود ایشان را افغان میخواند. یه دلیلی که طالب جناب فرشته در 400 سال قبل برای از اینکه چرا یار افغان میگن و کشور چرا منطقه چرا افغانستان میگن. ولی بعد از این در منابع داخلی ما کلمه افغانستان وجود داره، بسیار دلچسب است. بعد از این در افغانستان به منابع خارجی میرود و در داخل دیگه ما افغانستانی نداریم. و ایان اگر دوستان منبعی را پیدا کردن، کتابی که در منابع داخلی کلمه افغانستان برده شده باشه، به اختیار ما بگذارند و در تماس میکنه باشه. مثلا ببینید، بسیار دلچسب. تاریخ جهانگشای نادری، تاریخ حمله، تاریخ است در حدود 868 صفحه. پر از کاربرد واژه‌های افغان افغان است، ولی نامی از افغانستان وجود ندارد. شما مثلا ساحه لشکرکشی نادری افشار میدانید که از کجا آمد، کجاها را گرفت. و جناب احمد خان عبدالعالم یکی از سرداران از او بود. در این طول منطقه ای که می روید، در همین کتابی که ذکر می شد، کلمه یا واژه افغانستان دارد. ولی از همه مهمتر، فرض کنیم که اونا تأثیر داشتن، ما یک مقدار تنگ نظر بودن، قصدن ناوردن. تاریخ احمدشاهی توسط منشی خود احمدشاهی کبیر در 746 صفحه تا 25 سال سلطنت از اون نگاشته شده است. تمام جنگ های ازی به هر منطقه رفته، به هر جایی رفته. در تمام کتاب یک کلمه هم به نام افغانستان وجود نداره. دیگه اون دوستایی که ادعا میکنن که برای بار اول احمد شاه بابای کبیر نام کشور خود افغانستان گذاشت و تاج شاهی بر سر کرد، چی سندی دارن؟ چی دلیلی دارن؟ در حالی که کتابی که در زمان خودش زیر نظر خودش نوشته شده با این حجم، او از قبل خودش میگه که موارزو دارم که روزی شاهنشاه خراسان شد. خب کلمه افغان افغان از جده و در تمام به اصطلاح لشکرکشی های از او همجای که میره کلمات خراسان به ایران است. خراسان باید چیش؟ در فلانه ولایت خراسان چی حرفی است؟ در فلانه ولایت ایران چی حرفی است؟ چی باید شد؟ و خود شاه دوری دوران و از این جلیل افغان میخوانند. حرفای دوستان دوگی بوده باشم. قندهار به نام دارالقرار یاد میشه و کابل، هرات، پشاور به نام دارالسلطنه. و عجیب تاریخ دلچسب است که با دوستان این دومین سنه کتاب بسیار معتبری که ما دیگر در منابع داخلی نداریم. اینجا دیگر منابع خارجی میریم. اولین باری که کلمه افغانستان در منابع انگلیسی تا جایی که متن اصطلاح تحقیقات کردیم، سفرنامه جورج فاستر است که در سال 1790 نوشته. در سال 1783 یه آدم از شمال این از طریق کشمه حرکت میکنه و کتابش به این عنوان است: سفری از بنگال تا انگلستان و تا انگلستان از طریق شمالی کشمه افغانستان فارس و روسیه. یه از شهرهای پشاور، جلال آباد، کابل، غزنی، قندهار، هرات و غور میکنه. افغانستان در نام کتابش است، ولی ذکر نمیکنه که افغانستان کجا هست. ولی چاست یک نقشه داره که باز نقشه رو ببینید که اونجا باز چی نشان داره. مناطق کشمیر و پشاور و کابل و قندهار و هرات هم مربوط حکومت افغان میگه. کابل دلچسب زمان تیمورشاه است که دیروز است به اصطلاح. کابل پایتخت امپراتوری افغان میگه و بلخ پایتخت ازبکای